بعد از اینکه سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه نسبت به وضعیت سلامت اسماعیل بخشی نماینده زندانی کارگران این کارخونه و سپیده قلیان فعال مدنی هشدار داد و گفت خانواده‌ها در ملاقات اونها رو در وضعیت وخیمی مشاهده کردند و هر دو شدیداً مضروب و تحت فشارهای روحی و جسمی شدید بودند، تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر با هشتگ هفت‌تپه و اسماعیل بخشی از این فعالان حمایت کردند. پور مهرگان در توییتر نوشته حکومت‌های مستبد که به آخر خط نزدیک میشن دست به خشونت عریان علیه مردم خود میزنن، مثل ضرب و شتم اسماعیل بخشی و سپید قلیان. حسین شیرزادی نوشته آقای روحانی لعنت به وعده‌هایت، نگذار اسماعیل بخشی را بیشتر شکنجه کنن. شلوفسکی هم گفته اسماعیل بخشی یک اسم نیست، اسماعیل بخشی یک فرد نیست، اسماعیل بخشی صدای طبقه ای است که سالیان سال در این سرزمین انکار و تضعیف شده. با زندانی کردن اسماعیل بخشی صدای طبقه فرودست خفه نمی شود. اسماعیل ها تکثیر می شوند و سرانجام حق خود را از حلقوم حاکمیت و بورژوازی بیرون خواهند کشید. در دانشگاه امیرکبیر تهران دانشجویان تجمعی در حمایت از کارگران و معلمان شکل دادند که با مقابله نیروهای بسیج مواجه شد. کاربران در شبکه‌های اجتماعی از این تجمع هم نوشتند. ویژن کیاسری با بازنشر یک ویدیو از این تجمع نوشته این فیلم از دانشگاه امیرکبیر برشی از همان وضعیت انقلابی را نشان می‌دهد که صفوف به هم پیوسته کارگران و دانشجویان چشم در برابر چشم مرتجعان و سرکوبگران قرار می‌گیرند. رهایی طبقه کارگر از دنیای کهن در گروه همین مبارزات مستمر به وجود می‌آید. بخشی از ویدئوی مورد اشاره او را با هم ببینیم. موضوعات مربوط به اعتراضات کارگری به هفت‌تپه محدود نمونده. کارگران فولاد اهواز هم روزهاست اعتراضاتی در راستای دریافت حقوق و معوقاتشون داشتن. ویدیوهایی هم از اعتراض امروز 13 آذر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. بخشی از اون رو هم با هم می‌بینیم. بابک آزادچهر به شعار فلسطین سوریه عامل بدبختی که کارگران در تجمعات میدهند اشاره کرده و گفته کارگران فولاد اهواز حرفهای من و شما رو میزنن، تنهاشون نگذاریم. سلماز اسکندری هم نوشته و این خیابانهای خوزستان است که از صدای گامهای کارگران به لرزه در آمده. این صدای طبقه کارگر ایران است که از حنجره هفت‌تپه گروه ملی فولاد اهواز فریاد زده میشود. این جوان زدن امید است در دلهای ما. این خوزستان است که یک تنه بار تغییر را به شانه های نحیف اما استوار خود حمل می کند.